تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com. با سلام به بینندگان گرامی تلویزیون میهن و تشکر از دوست عزیزم آقای سعید بهبهانی. عزیزان، من ادامه میدم سخنرانی به اصطلاح درباره سلمان رشدی و حقیقت در ادبیات که با حقیقت در علوم تجربی یعنی فیزیک، شیمی، بیولوژی، حقیقت در علوم انسانی و حقیقت در علوم تجریدی یعنی ریاضیات و منطق، طبقه بندی علوم اینه، فرق داره. ادبیات جزو علوم محسوب نمیشه، هرچند بخشی از علوم در ادبیات هم عنوان علوم انسانی جاری است. فرق این سه تا علم اینه: استثناء در علوم تجریدی یعنی منطق و ریاضیات قانون رو به هم میزنه، از اعتبار ساقط میکنه. در قیاس ارسطویی استثناء ناقض قاعده است، در حالی که در استقرا یعنی قریه رفتن استثناء دلیل قاعده میشه. مثلا چی؟ مثلا میگیم که همه چیز در اثر حرارت منبسط میشود، استقرایی دیگه. آب در اثر سرما هم منبسط می شود، بنابراین ناقضش نیست، دلیلشه. در حالی که من وقتی میگم که قیاس میکنم، میگم انسان میمیرد، سقراط انسان است، سقراط میمیرد، به قول ارسطو عبارت خودشو به کار بردم، در اینجا اگر انسانی نمیرد قانون به هم میریزه. سقراط اگه نمیره این دیگه قانون معتبر نیست اصلا. توجه میکنم اینها علوم تجریدی هستند. ریاضیات هم دو تا چهار تا مثلا، هرچند تناقضاتی در 1900 در ریاضیات مطرح شده. در منطق هم برتراند راسل مسائلی رو مطرح کرد که گفتم منطق در فلسفه ارسطو، هگل و برتراند راسل با وایت هد که ثابت کرد که هر رابطه منطق و ریاضیات رو به وجود آورد. گفت هر معادله معنیدار را میشه به صورت یک استدلال لیب بیان کرد و هر استدلال منطقی رو میشه به صورت یه معادله در آورد، ولی منطق رو به جای اینکه به درست و غلط تقسیم کنه، راه درست فکر کردن رو به انسان میآموزه، به قول ارسطو گفت نه، اول معنیدار و بی‌معنی مطرحه، اگر معنیدار بود اون وقت درست و غلط مطرح میشه. خدا، اهورامزدا، یهوه اصلا معنیدار نیست تا ما درست و غلطش دنبالش بگردیم که چه نوع خدای درسته اون یکی غلطه. دو تا چهار تا معنیدار و درست، دو تا پنج تا معنیدار و نادرست، دو تا استکان بیمعنیه، دیگه دنبال درست و نادرست نمیگردم. این منطق رو خواستم اون توضیح رو بدم. بنابراین علوم تجریدی، ریاضیات و منطق که استثناء ندارن معمولا، علوم تجربی به ترتیب دقت کم میشه، فیزیک دقیق تر، شیمی کمی دقیق تر، زیست شناسی استثناء زیاد داره. چرا؟ من روی یه میکروب یه ماده شیمیایی را آزمایش میکنم، اون مقاوم میشه. واکسیناسیون رو به این خاطر انجام میدیم که میکروب ضعیف شده رو وارد بدن میکنیم، قوی شدهش وارد میشه، دیگه نمیتونه رشد کنه. بله،
بعد میریم روی علوم انسانی. پس فیزیک، شیمی، بیولوژی هم علوم تجربیه و علوم تجربی رو تصادفاً نه فیزیکدان، نه شیمیدان و نه عرض خدمتتون فیلسوف طبقه بندی کرد. یک زیست شناس، پدر فیزیولوژی، یه فرانسوی به نام کلود برنارد اون طبقه بندی کرد کل علوم تجربی رو، گفت اول یک مشاهده میکنیم، یه سیب میفته، بعد از اون یک نظریه اولیه میسازیم در همون کات، سیب افتاد، بعد گلابی میفته، اون یکی میفته، اون یه عدد سنگ میفته، اینا میفتن، این افتادن، ما به یک میریم دنبال یک تئوری علمی، به قانون جاذبه عمومی میرسیم. F مساوی M امپریم بر D2، قانون نیوتون. بله؟ بنابراین مشاهده، تئوری اولیه، آزمایش یعنی تکرار اون مشاهده در موارد دیگه، نظریه کاملتر تا رسیدن به تئوری علمی. اینم علوم تجربیه. رسیدیم به علوم انسانی. استثناء دلیل قاعده است. چرا؟ در علوم تجربی به قول ماکس پلانک زمان مشابه ثانیه ها و حادثه قابل تکراره. آسیستولفریک و سوز و سوزاور رو من نمی بینم، ولی مقدار معینی که می ریزم همون نتایج رو همیشه به دست میارم. در فیزیک دقیق تر از اونه، می تونم یه سنگ رو میندازم، متر بذارم ببینم که متشابه و تغییر تند شونده است، عکس برداری کنم، فیلم برداری کنم. در شیمی به اون راحتی نمیتونم. در بیولوژی خیلی مشکل تر میشه، چون موجود زنده طرفم. بنابراین این سه در علوم انسانی حادثه غیر قابل تکرار اینن. اینا رو من از عناصر مختلف برای جنبندی علوم گیر آوردم. اینم از ماکس پلانک یاری من داده. علم به کجا می رود؟ زنده یاد احمد آرام ترجمه کرده بود. بنابراین ما اقتصاد روانشناسی در این بحران‌های اقتصادی مشابه هم نیستن. تاریخ اصلا تکرار نمیشه، حوادث اصلا تکرار نمیشن، اما مشابهشه. میشه پیش بینی کرد که بحران تورم داستان و فهمید که اقتصاد مال خره چقدر خره، که دلار 7 تومن رو رسوندن به بالا، نزدیک به یه بار 30,000، الان هم دور بر 20,000. بنابراین این چیزه قابل پیشبینی، راحل های معینی هم داره برای این مسائل. از کینز و شومپیتر و مارکس و ریکاردو تا بره به آدام اسمیت، اقتصاد مدرن. این هم راحل های مختلف در دوره های مختلفش، سرمایه‌داری که در حال اِوولوسیون و تحول و تکامل. بنابراین این بعد از اقتصاد روانشناسیه. من هیچ وقت برای هیچ حادثه‌ای یه جور غمگین یا یه جور شاد نمیشم، هیچ انسانی، مشابهش میشیم، ولی قابل تکراره، مشابهش نه خودش. اما بعد از این دوتا، اقتصاد و روانشناسی، میریم به جامعه شناسی. حوادث تاریخی اصلا قابل جامعه شناسی قابل تکرار نیستن. بسیاری از عواملی هم که اونو به وجود آوردن ناشناس میمونن گاهن، بسته به دوره ها. و بعد آخرش میریم به علم تاریخ که دیگه اصلا تکرار نمیشه. حادثه مشابه نیست،
گاهن اقوامی، مردمانی در عرض مثلا 10 سال 100 سال کاری انجام میدن که هزارها نظیر اون نمیشه دیگه در جوامع دیگه اتفاق بیفته. یک بار کوروش ظهور میکنه، یک بار حضور ایلامی ظهور میکنه، اولین دولت فدرال رو از اتحاد 60 دولت شهر در 2100 قبل از میلاد، یعنی 4100 سال پیش در ناحیه خوزستان کنونی به وجود میاره. اولین دولت 4000 قبل از میلاد نخستین شهر و دولت در سومر اولین بار به وجود میاد. قبلا روسانشینیه، تحول تاریخیه، خط به وجود میاد، حساب به وجود میاد، چون دولت به وجود اومده. سومر گهواره تمدن، اسم کتاب ویلدورانت، تاریخ تمدن، اولین جلدش هم هست طبعا. بنابراین این ادامه میاد، مثلا کوروش اولین امپراتوری، ولی چون قاعده تاریخی رو نمیدونست، اون تمام ممالک حائل رو از بین برد، اسکندر با یک ضربه کل این امپراتوری رو تصرف کرد. اونم تحول تاریخی بسیار مهمیه. چرا؟ برای اینکه تمام تمدن‌هایی که روی خط میخی استوار شده بودن از بین رفتن. آخرینش هم هخامنشیه، سومرا کشف کرده بود. 3200 قبل از میلاد خط کشف شد. از اون به بعد خط یونانی و آرامی که از فینیقی الفبایی رایج شد در ایران، دوره سلوکی، اشکانی، ساسانی. ظهور محمد ابن عبدالله باز یک انقلاب تاریخیه. امپراتوری های بزرگ اون دوران که برای رقابت با هم داشتن می جنگیدن، ایران و روم، ایران از پا در اومد، روم هم به ضعف افتاد که بالاخره آلبرسلان سلجوقی در 1071 یعنی 415 هجری در نزدیک دریاچه وان رومانوس دیوجانوس رو شکست داد و ترکان از آسیای مرکزی اومدن، از ایران گذشتن و همینطور از خراسان و اطراف کرج و قزوین بگیرید همدان تا هم با خانواده ها اومدن. جهانگشایی نبود مثل اسکندر و مغول. اومد ساکن شدن و ترکیه بیزانس رو ترک کردن و سلطان محمد فاتح در 1653 بیزانس رو منقرض کرد و خونی به دل مسیحیت گذاشت که هنوزم پاک نشده، چون اونجا اولین کشور مسیحی دنیاست بعد از ارمنستان که اهمیت تاریخی نداره، ولی بیزانس، کنستانتین برای اروپا مقدسه، مثل سنته. به هر حال اینا بررسی های تاریخی علمیه، ولی حقیقت در ادبیات غیر از اینه. و تمام اون نویسنده های هم که تا حال خوندیم ایراد گرفتن، از جمله به منطقی نبودن داستان سلمان رشدی، نمیدونم پریدن از هواپیماش ایراد گرفتن. اینا برای رمان اصلا ایراد نیست و اون چرا که این میخواد بگه استاد جلال العظم بیرون کشیده که علیه محافظه‌کاران انگلیس و خانم تاچر و علیه دوگماتیزم اسلامی. و چون خمینی هم مطرح شده به اون خاطر فتوای، نه به خاطر محمد ابن عبدالله پیغمبر اسلام، و یکی از بدشانسی های پیغمبر اسلام هم اینه که این تحوه هند، از هند یه عده تحوه به ایران فرستاده شدن. پدر بزرگ علامه مجلسیه یا تحوه بودن، همین خانواده خمینیه. بله ممنونم. به هر حال من میرم
دنبال به اصطلاح صحبتمون. اینجا من یه پاراگراف اضافه میخونم چون تداوم مسئله اون دوست عزیز که هفته گذاشتم مطالبشون رو اهل لورستان بودن بیان کردم ادامه دارم. علاوه بر این خواننده میتواند در کتاب الآیات الشیطانیه بین القلم و سیف، تعجب میکنم زنده یاد تراب حقشناس که عربی هم خوب میدونست اینو نادرست ترجمه کرده. دفعه قبلم خوندم ولی دقت نکردم. آیه های شیطانی از قلم تا شمشیر. نه، آیه های شیطانی بین قلم و شمشیر، بین سیف، بین القلم و سیف. آیه های شیطانی بین قلم، میان قلم و شمشیر. بله، یعنی اونایی که انتقاد کردن و اونایی که فتوای قتل سلمان رشدی و مثل خمینی دادن. به بحث های جالبی درباره تأثیر کشمکش موجود بین خمینی و ملک فهد پادشاه عربستان سعودی بر سر حوادث براتفورد دست یابد و نقشی را که این حوادث در بحرانی کردن مسائل رمان آیات شیطانی ایفا کرده و آن را به جنجال بزرگی تبدیل نمودند که جز به طور سطحی ربطی به اثر مزبور و نویسنده آن ندارد ملاحظه کند. یه بار دیگه میخونم. این خمینی و ملک و خمینی اومد فکر میکرد که اون حرمین شریفین رو اون میگیره، اونم گفتش که بشین سر جات، دارم میخورم. چرا دستم کجه؟ به هر حال، علاوه بر این خواننده میتواند در کتاب الآیات الشیطانیه بین قلم و سیف، آیه های شیطانی بین قلم و شمشیر، به بحث های جالبی درباره تأثیر کشمکش موجود بین خمینی و ملک فهد بر سر حوادث براتفورد در انگلستان دست یابد و نقشی را که این حوادث در بحرانی کردن مسائل رمان آیات شیطانی ایفا کرده که پشتش هم تاچر خابیده و آن را به جنجالی بزرگ تبدیل نمودند که جز به طور سطحی ربطی بر اثر مزبور و نویسنده آن ندارند ملاحظه کنند. در زیر برخی نکاتی که در این کتاب آمده و استنتاجی را که مؤلفان آن کردن می آوریم. در کتاب آیات شیطانی بین قلم و شمشیر، مسلمانان انگلیس تبدیل به غنیمتی شده اند که نیروهای بین المللی اسلامی بر سر به چنگ آوردن آن با یکدیگر به رقابت برخواستند، بلند شدند، به طوری که برخی از این نیروها با کلیه وسایل علیه یکدیگر در انگلستان می جنگند که ریاست مسجدها را به دست بگیرن. الاخر یکی دلارهای نفتیش را به کار می گیرد، معلوم عربستان، دیگری از اکثریت کمیش، یعنی تعداد زیاد، به خاطر وابستگی به کشور مادر استفاده می کند، هند و پاکستان. سومی به تروریسم متوسل می شود، ناگفته معلومه، حضرت امام 13 شیعیان خمینی. و چهارمی، اینو شریعت مداری گفتش که نمیدونستم با ایر فرانس میاد امام زمان. بله، سومی به تروریسم متوسل میشود و چهارمی
برایت برات ببخشید برات آمرزش و آرامش روحی می فروشد و شعارهای ایدئولوژیک مطرح می کند که در بین بینوایانی که هیچ امیدی به بهبود وضع خیش برایشان باقی نمانده گوشهای شنوایی برای خود دست و پا کند. این هم هندو میگه که دست به تروریسم نمیزنه، تهدیدم نمیکنه، کدام پاکستان دومی بود، اکثریت کمی. سیل دلارهای نفتی که به سوی مسلمانان انگلیس سرازیر است، دولت‌های محافظه‌کار به این دلیل از این حرکت استقبال می‌کنن که پول میاد. سیل دلارهای نفتی که به سوی مسلمانان انگلیس سرازیر است، آنان را به جای آنکه در بوته اسلامی واحدی که به نفع همه‌شان عمل می‌کند گردآورد، به دسته‌های مختلف تقسیم می‌کند. این وضع به بحران هویت ویژه‌ای که نسل جوان با آن دست به گریبان است و وخامت تازه‌ای افسوده است. نسل قدیم هم دو پاره شده است، دو قسمت شده است. از یک طرف با پیوندی نامتناسب و زشت با جامعه انگلیس بسته شده و از سوی دیگر به نیروهای بیگانه‌ای تعلق خاطر دارد که با شعارهای اسلامی به تجارت مشغولند. کلمات رو باید با طلا نوشت. تا اهداف سیاسی خود را برآورند و کوچکترین اهمیتی به سرنوشت مسلمانان انگلیس نمیدهند، در فرانسه و آلمان و جاهای دیگه هم نمیدهند. آخوندند در خارج. باید گفت مؤسساتی که خود را انستیتوی اسلامی و مرکز پژوهش های اسلامی خمینی مالو و عربی مینامند و از خارج کمک دریافت می کنند، تا کنون هیچ مطالعه مفصل و روشنی درباره مسلمانان انگلیس، پرانتز باز می کنم، فرانسه، آلمان، اسپانیا و غیره و ایتالیا و ویژگی های آنان انجام ندادن. میخوام به خواب ببرم مردم. هر یک از این مؤسسات فقط در فکر جمع کردن بیشتر سیاهی لشکر به نفع آن نیروهایی است که بودجهش را تامین میکند. اگر نگاهی به دفتر راهنمای تلفن در مناطق مسلمان نشین انگلیس بیندازید، دقتشو نگاه کنید، خواهید دید که شمار فراوانی از سازمانها و مؤسسات اسلامی که ظاهراً باید نماینده مسلمانان به طور عام باشند در این مناطق متمرکزن. حال آنکه در واقعیت امر غالب این مؤسسات چیزی جز اسم و تابلو نیستند و فقط برای این به وجود آمدند که دلارهای نفتی سرازیر شده از لیبی زمان قذافی که اون هم از مجانین مؤمن بود، بله، و لیبی رو اشغال نظامی کردند با رئیس جمهور دزد فرانسه که الان تحت محاکمه است، سارکوزی، و
دنبالش که دلارهای نفتی سراسیمه شده الان دیگه نمیاد از لیبی، از لیبی عربستان سعودی و ایران را به چند پیشنماز مسجد برسانن، پول بدن مریدا چیز کنن تا آدمای زیادی جمع بشن تا اینکه نماز بخونن و این مسجد وابسته لیبی بشه اون موقع، یا عربستان بشه یا ایران بشه، تا آنها هم به نفع کسانی که آن دلارها را میپردازند به شستشوی مغزی مسلمانان انگلیس، آلمان، فرانسه، بقیه هم خودتون بگید، مشغول شوند. سعی میکنم پاراگراف رو کامل بخونم ولی در سایر چیزای این نمونه انگلیس رو تعمیم بدید به کل کشورهای غیر مسلمان اروپای غربی. معرکه کرده. در اینجا باید اضافه کنیم که بین گرایش‌های راست افراطی درون حزب محافظه‌کار انگلیس و برخی از رهبران جامعه مسلمانان مهاجر نوعی هماهنگی پدید آمده است، زیرا هر دو طرف در زندگی گتو مانند مهاجران منافع مشترکی دارند و لذا چنین اوضاع داخل گیوم نجات پرستانه ای را بدون آنکه هیچ رنگ رسمی و قانونی داشته باشد هم از نظر مادی و هم معنوی تقویت میکنه. معنویش هم آخونده. دکتر عزیز العظمه رئیس بخش مطالعات اسلامی و عربی در دانشگاه اکستره این نکته را مورد تاکید قرار داده است. استاد جلال العظم از اون نقل کرد این نکته درست رو. در فرانسه هم همینجور بود، گتوهای سیاه پوستان و غیره و عرب ها و اینا، که در یکیش هم ژاک شیراک یه بار گاف کرد، گفت بوی بد میاد از اون مال سیاه ها که دیگه دست گرفته بودن براش بدجوری رقباش. ادامه مطلب. یک هفته حادثه زیر به همین سبب برای ناظران جالب توجه بوده است. نمونه میده. یک هفته پیش از جنجال کتاب سوزان که سلمان رشدی رو در پاکستان و غیره، در ایران هم که آفریقای جنوبی منع کردن، اونا رو گفتم، در انگلستان هم همینطور، یک هفته پیش از جنجال کتاب سوزان، جالبه، روزنامه دیلی میل سلسله مقالاتی را درباره مسلمانان انگلیس منتشر کرد که نگاه مثبت آن سوال برانگیز بود، چرا که این روزنامه دیلی میل نماینده نقطه نظر سنتی و محافظه‌کارانه است، نظرهایی که غالباً با مهاجران و رنگین پوستان دشمنی می‌ورزد. یه مرتبه موضع عوض کرد. روزنامه مزبور مسلمانان را سنتی های توصیف کرد، یعنی بسته دیگه، مدرن نمیشه، داره تعریف میکنه، هندونه زیر بغلش میده که شما اله هستید، 2500 ساله اید، شما مسلمان سنتی هستید. بله خیلی عالیه. روزنامه مزبور مسلمانان را سنتی هایی توصیف کرد که در عصر جدید نگاه دارنده سنن خیش هستند و به صورت صمیمی و جدی در عمل و با انضباط هستند نسبت به سنت هاشون.
و ویژگی ها و فضیلت هایی دارند که ما انگلیس ها را به صورت دولتی بزرگ درآورده است. دستشون در نکنه. یعنی همه ویژگی های که نخست وزیر تاچر آنها را در این زمانه انقلاب نوین در این زمانه انقلاب نوین شرط وجودی یک شهروند شایسته دانسته است. یعنی یک بارکش رام شده قابل سواری. به رغم آنکه هدف روزنامه مزبور بدون شک اشاره به عده کمی از مسلمانان بود و به عمد اکثریت عظیم مسلمانان را نادیده می گرفت و از درگیری روزمره آنان با مقامات دولتی بر سر مسائل اجتماعی مبرم سخنی به میان نمی آورد، ولی برداشت عمومی خواننده از آن مقالات مسلماً مثبت بوده است. خواننده عادی. آیات شیطانی بین قلم و شمشیر. در زیر شمه‌ای درباره گتوهای اسلامی برادفورد و امثال آن می آوریم. قبل از اینکه بقیه رو بخونم ببینید چه بر سر اونهایی که اومدن مهاجرت کردن در میارن. تصویر بی‌نظیری میده. و چجوری آخوند همچنان که در داخل ایران با این همکاری میکنه، در بیرون هم همکاری میکنه، در مساجدشون. در زیر شمه‌ای درباره گتوهای اسلامی برادفورد پارانتز باز کرده و امثال آن میآوریم. سرکردگان دست راستی دو طرف داخل پارانتز، چه مسلمانان و چه حزب محافظه‌کار، اتفاق نظر دارند که این گتوها با همه جهل و فلاکتی که در آن غرقند باید حفظ شوند و همچنان ادامه یابند. مثال مورد نظر مسلمانان برادفورد، مثال مورد نظر مسلمانان برادفوردند که با ذهنیت گتو مانند خود در دنیایی بسته و به کلی ناپیدا به سر میبرند. هرچند در یکی از شهرهای انگلیسند، اما در آنجا نیستند. در یک کشور اسلامی هم زندگی نمی کنند، بلکه در دنیایی به عزلت افتاده به سر میبرند. رابطه مستقیم آنها با وطن اصلی برای اغلب آنان شبه قاره هند قطع یا تقریبا قطع شده است. کشور سلمان رشدی، بزرگترین کشور اسلامی دنیا بدون اینکه مسلمان باشه، هندوستان. آنها روزنامه های انگلیسی نمی خوانند، گتو نشین ها، و رابطه عاطفی آنان با رگ و ریشه های اجتماعیشان از طریق فیلم های ویدئویی بسیار مبتذل برقرار می شود. اغلب هم دینی هم. من دیدم منبع یک اجاره نشین عرب داشتم، بیچاره داشت نگاه میکرد، گفتم مرد حسابی اقلا تو این مملکت خراب شده زندگی میکنی، خبرهاشو بشنو. اونم به عربیش گوش میکرد، گویی که در مراکش بود. آنها روزنامه های انگلیسی نمیخوانند و رابطه عاطفی آنان با رگ و ریشه های اجتماعیشان از طریق فیلم های ویدئویی بسیار مبتذل برقرار می شود. منبع الهام آنان پیشنمازهای مسجدها هستند.
که تحت تأثیر عوامل معینی به سود نیروها و دولت‌های معینی کار می‌کنند، مأمورم هستند، فرستاده شده که برای به دست آوردن دل مسلمانان با یکدیگر در رقابتند. دولت‌های مانند عربستان سعودی، لیبی، ایران، پاکستان، ترکیه، هند. لیبی از این لیست الان خارج شد. به جیب مؤسسات اسلامی وابسته به خود در انگلستان بی حساب پول می ریزن. و منطقی نیست که انتظار داشته باشیم این مؤسسات از اسلام تفسیرها و داوری‌های ارائه دهند که ما که با مقاصد و منافع دولت‌هایی که مزدشان را می‌پردازن مخالفت داشته باشند. طبعا این کارو نمی‌کنه. کسانی که در اوضاع زندگی مسلمانان ما مهاجر در غرب پژوهش کرده و از مسائل، نگرانی‌ها و مشکلات آنان باخبرند می‌دانند که رهبران این جمعیت‌ها در بسیاری از اوقات به ایراد سخنرانی‌های آتشین و سرشار از دروغی و در عین حال پوک متوسل می‌شوند تا جامعه‌ای را که این کشورهای اسلامی در وسط آنها قرار گرفتند تحریک کرده هم زمام امور گتونشینان را بیشتر و محکمتر در دست خود نگه دارند و هم بر انزوا و غربت گتوها بیفزایند. شدیداً به غرب حمله می کنم مثلا. و این گونه تبعیض نژادی دلخواه و سهل و غیر رسمی را تقویت نمایند به نفع محافظه‌کاران حاکم کشورهای غربی. رژیم‌های حاکم همون عربستان و ترکیه و پاکستان و ایران و هند و لیبی هم که خارج شده، رژیم‌های حاکم هم به نوبه خود با همکاری ضمنی و علنی با رهبران جمعیت‌های مزبور و تفاهمی که بر سر منافع مادی و معنوی با یکدیگر دارند میکوشند پایه‌های این گتوها را هرچه محکم‌تر نمایند. از کسانی که به ایراد سخنان تهدیدآمیز و پوک در انگلستان شهرت یافتند یکی کلیم صدقی، رئیس مؤسسه اسلامی است که پول از ایران دریافت می‌کند. دیگری شاپور اختر از شورای مساجد برادفورد که پول از سعودی دریافت می‌نماید که اظهار نظرش را در زیر می‌آوریم. عزیزان، فرزندان خود را فارسی یاد بدهید، شاهنامه نخونید، عین این که براش قرآن میخونید، خرافات زدش نکنید، حافظ بخونید، خیام بخونید، رباعی راحت هم میتونه حفظش کنه. عمر جمشید 300 سال بود، کیومرث ارزش با طولش برابر الاخر. به مغز بچه فرو نکنید. دنباله مسلمانانی که زندگی در انگلستان را به علت آلودگی آن به ویروس سلمان رشدی از شاپور که شاپور دیگه
اختر از شورای مساجد برادفورد که پول رو از عربستان میگیره جمله اونه. مسلمانانی که در انگلستان زندگی در انگلستان را به علت آلودگی آن به ویروس سلمان رشدی غیر قابل تحمل می‌یابند، باید به طور جدی بدیل اسلامی برای آن جستجو کنند. مثلا به کشور اسلامی مهاجرت کنند. خودت برو که پول می‌گیری. دیگه نمی‌گیری اون وقت. یا به کشورهای غیر مسلمانی که فعلا محل اقامتشان است اعلان جنگ دهند. چون خدا با ماست، جمله کسرویه، ما به هیچ وجه در اقلیت نیستیم، به خصوص که انگلستان مثل هر جا و هر چیز دیگر ملک خداست. دنیا اصلا مال آخونده. خدا اسم بی مسمى. در مورد مهاجرت هم غیر مسلمانان باید خوب به خاطر داشته باشند که توضیح میده راجع به هجرت پیغمبر و هجرت مسلمانان را هم مثل هجرت پیغمبر میگیره، گویی که مسلمان ها شعور محمد ابن عبدالله را دارن از جمله این آخوندا که اصلا ندارن. در مورد مهاجرت هم غیر مسلمانان باید خوب به خاطر داشته باشند که هجرت برای آخرین باری که انجام شد با طرح اسلامی و ایمانی واحدی به منظور دست یافتن به قدرت سیاسی همراه بود که بین ایمان و نیروی مادی یعنی اقتصادی سیاسی وحدت به وجود آورد و با سرعتی خارق العاده و با شکل با دوامتر و سریعتر فتوحات در تاریخ نظامی گسترش یافت و با سرعتی خارق العاده و به شکل با دوامترین و سریعترین فتوحات در تاریخ نظامی گسترش یافت. اصلا اینجور نیست، سریعترینش مغوله، نه مال اسلام. اسلام دومین امپراتوری زمان ولید ابن عبدالملک 86 تا 96 هجریه. در حالی که 20 سال بعد از چنگیز امپراتوری مغول به سوریه رسید، هولاکو خان. زمان منکوگاه و اونجا شکست خورد از سلطان بای بارس، یعنی پلنگ بگ، بای پلنگ بیبرس میگن، مخفف کردن. بله، این دو نفری رو که اینجا اسم برد که ظاهرن خیلی رادیکال علیه انگلستان یا کشوری که زندگی میکنن در مسجد صحبت میکنن، که یکی کلیم صدقی بود وابسته خمینی، یکی شابور اختر بود وابسته به عربستان سعودی. سومی رئیس مؤسسه فرهنگ اسلامی در پاریس که بودجهش را ایران تأمین می کند، گفته است با توجه به اهمیتی که ببینید چه دیوانه ایه، اعراب مقیم فرانسه دارند و نفوذ اسلام در این کشور می توان در این کشور می توانیم بگوییم که فرانسه دیگر بخشی از پیکره امت اسلامی تبدیل شده و تا چند سال دیگر پاریس پایتخت اسلام خواهد بود، درست همانطوری که بغداد و قاهره در زمانهای پیش از این بودند. اینم از نوول ابزرواتور فرانسه 23 سه یعنی مارس
1989 برای حراس افکنی در فرانسه از اسلام چاپ شده بود. سخنان اون ابله مبارک. یکی از همکاران آنها نیز در تورنتوی کانادا چنین اعلان کرد: ما مصمم هستیم که قوانین اسلامی را پیاده کنیم و برای قوانین دیگر در جهان اهمیتی قائل نیستیم. اینم در همون نوول ابزرواتور اومده. عرض خدمتتون، یه پارانتز باز میکنم، پاراگراف تموم شد. در کانادا وقتی دولت لیبرال چیز قبل از این نخست وزیر خوب لیبرال در کار بود، ترک کردن که مسلمان، بعضی از مسلمان ها میخوان قوانین اسلام، که در تونه منم بودم، تظاهرات زیادی را افتاد و چیزای زیادی نوشته شد، امضا شد که آقا اینا میخوان دست ببرن، چشم در بیارن، سر ببرن، فلان الاخر، که بعد هم چیز گوورنر کانادا در تورنتو پس گرفت شدیدن. و باز از رو که نمیدم، وقتی هم ما در اتاوا بودیم، یه روزی را زنها یه مسلمان عرب و جمهوری اسلامی اعلان کردن که امروز را روز حجاب اعلان کنیم. و هم اونجا چیز کردم و به اصطلاح دسته را انداختیم و امضا کردیم که آقا یک روز هم برای روز بی‌حجابی بذارید که خانوم ها بدون شارقت بیان بیرون، اون وقت ما هم برای اونا حرمت قائلیم. کسی که به دموکراسی حرمت قائل نیست، چرا باید بهش حرمت قائل شد؟ خودتون هستید، بهش گفتم. با وجود این و به رغم آن که چنین ائتلاف هایی که ذکر شد وجود دارد، محیط مهاجران مسلمان را سراسر تعصب و افکار بسته و تسلیم در برابر ذهنیت گتو و روحیه نفت‌طلبی آخوندها از ادامه وضعیت موجود فرا نگرفته است، خوشبختانه، بخصوص در فرانسه که لایکه. خب برای مثال، یعنی سکولار نیست، شما حق ندارید با چرقت برید مدرسه دولتی، تظاهر به دینه، همجور که نمیشه صلیب آویزون کرد یا الله اکبر یا اصلا ستاره داوود. مدرسه خصوصی حق داره، شریعت هم کسی حق نداره. ایران هم این آخوند بیفته، به قول ناصرزاده روحانی بود که موسوی تبریزی کش، با اوضاع اینجور که پیش میره، امامه های آخونده را به گردنشون میپیچن، تو خیابونا میکشن. درست پیشبینی کرده. به شوخی هم گفت گردن من نازک، مال من از کمرم بندازید اهالی تبریز لطفا. برای مثال، در یک نظرخواهی عمومی از مسلمانان فرانسه درباره قضیه سلمان رشدی، نتایج زیر به دست آمده است. تنها 9% فتوای خمینی دایر به قتل سلمان رشدی، نویسنده آیات شیطانی را تایید کردند، که زیاده، در حالی که 49% به ممنوع شدن کتاب بسنده کردند، که این هم خیلی زیاده، بیشوری این دسته را نشون میده. 58% بیشوره. 25% هم حق سلمان رشدی را در انتشار رمان و نظریاتش هرچه باشد تایید کردند. و 19% هم گفتند که در این مورد نظر خاصی ندارند. باز از همون نوول ابزرواتور. رشدی را متهم می‌کنند که نسبت به مهاجران آسیایی، هندی، پاکستانی، بنگلادشی در انگلستان به طور کلی
و در لندن به طور خاص در رمان‌های خود شدیداً غرض‌ورزی کرده و از آنان و زندگی و رفتار و عاداتشان تصویرهای مضحک و زشت ارائه داده است. اما اگر در رمان آیات شیطانی دقت کنیم، بر ما روشن می شود که مسئله به این سادگی ها نیست و رشدی که نویسنده ای متعهد است چنین ساده لوح نمی باشد. من اینجا متوقف می کنم و در هفته دیگه از اینجا بازخوانی خواهم کرد. شب و روز عزیزان به خیر و تلویزیون میهن رو یاری کنید. ممنونم.